سلام عرض میکنم خدمت تمام والیبال دوستا، مخصوصا مردم شهر خوب سیرجام. خدا رو شکر امروز تونستیم بازی رو با نتیجه 3-2 ببریم. واقعا بازی سنگینی بود. تیم پیکان دو گیم اول رو خیلی خوب شروع کرد، ما هم گیم سوم واقعا با همدلی و وابستگی که نسبت به همدیگه داریم اتحاد شدیم که بازی گیم سوم خوب ببریم. خدا رو شکر تونستیم بازی رو 3-2 ببریم. تبریک میگم به تمام بچه‌ها، واقعا زحمت کشیدن، تک تک بچه‌ها زحمت کشیدن، چه بچه‌های روی زمین چه بچه‌های ذخیره. ما از اول لیگ که شروع کردیم تمریناتو، خدا رو شکر هدفمون واسه قهرمانی بود و از این به بعد هم همینطوره. ان شاءالله بازی فینال هم با قهرمانی فصل رو تمام کنیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جا داره اول تبریک بگم به تیم فولاد سیرجان بابت راهیابیشون به فینال. بازی خیلی خوبی بود، همونجوری که تماشاگرام دیدن یه بازی جذاب و واقعا تماشاگر پسند بود. من فکر میکنم اواخر ست سوم تمرکزمون رو دست دادیم و بازی رو که باید 3-0 امروز برنده میشدیم متاسفانه 3-2 باختیم و حالا منتظر میمونیم ببینیم بازی سوم چهارمی برگزار میشه یا نه، ولی در کل بازی خوبی بود. خسته نباشید میگم به هر دو تا تیم. تیم ما هم خیلی خوب جنگید و فکر میکنم مغلوب تجربه بازیکنای تیم سیرجان شد. ببینید حالا اینکه ترسیدن یه چیزی که درونیه، باید از تک تک بازیکن‌ها سوال کرد. خب تیم سیرجان بازیکن‌های با کیفیتی داره. من چندین بارم گفتم اکثرشون بازیکن ملی پوش ما هستن و جلوی این تیم باید با 100% تمرکز حاضر بشیم. من فکر می‌کنم دو ست و تا ست سوم و اواخرش این کار رو داشتیم به خوبی انجام میدادیم. یک لحظه تمرکزمون رو از دست دادیم و متاسفانه بازی رو از دست دادیم. خب طبیعتاً تیم فولاد شانس بیشتری داره برای قهرمانی و من فکر می‌کنم حالا فردا حریفش توی فینال مشخص بشه و فکر میکنم اگر تیم شهداب بیاد به فینال میشه یک فینال جذاب رو دید و حتی اگر تیم ارومیه هم بتونه به فینال بیاد، من فکر میکنم بازی فینال این سالن پر از تماشاگرای ارومیه خواهد شد. در کل فینال جذابی پیش رو خواهیم داشت و من فکر میکنم شانس فولاد اصلا بیشتر باشه.